با کمی دقت و تمرکز میشه تفاوت بچه داری خانوما و آقایون رو حتی در حاشیه زمینای فوتبال هم مشاهده کرد. از تفاوت در به آغوش کشیدن گرفته تا سوء استفاده از خردسال برای به زبون آوردن پیشبینی های غلط. بگو سپاهان قهرمانه. مدافع استقلال هنوز نتونستن راهی برای فرار از زیر پرس تیم های حریف پیدا کنن. این در حالیه که حتی سایر موجودات هم متوجه راهکار شدن و سعی میکنن با زبون بی زبونی به اونا بفهمونن که باید بیشتر بدوهن. موزل دیگه استقلال شاید این باشه که مدافعای اونا در گذشته لقب سیم خاردار رو یدک میکشیدن، اما امروز متاسفانه مفتول هستن. تحمل این شرایط برای پیشکسوتای باشگاه حتما خیلی دشواره. پیشکسوتایی که در گذشته به حریفا لای مینداختن، اما امروز باید شاهد لای خوردن از رقبا باشن. میزان سه صدر و فحش‌پذیری فوتبالیست ایرانی همیشه قابل تقدیر بوده. هرچند که با توجه به جرایم سنگین کمیته انضباطی در این حوزه، دیگه نه تنها باید در فحش دادن مراقب بود، بلکه بهتره حتی در بوسیدن هم دست به عصا حرکت کنیم. آقا از طرف من مامان بابا رو حسابی ببوس. چاکریم قربونت. مادرمو که نمیتونم ببوسم از طرف شما. از طرف خودت نه. اشکال نداره. با اینکه چند روز از روز جهانی داور گذشته، جا داره یه بار دیگه به این قشر زحمتکش خسته نباشید بگیم. داورای مظلومی که در پاسخ به نامهربونی ها تنها نگاه میکنن. داورانی که برای جبران کمبود امکانات گاهی حتی از جونشون هم مایه میذارن. رقص قطرات آب در گرگومیش غروب قلعه حسن خان جلوه‌ای عاشقانه به بازی حساس استقلال و تراکتور بخشید. جلوه‌ای که شاید برخی از عشاق و بابت اینکه عشقشون چتر به همراه نداشته باشه نگران کرد. هرچند یک چنین احساسات لطیفی فعلا در مورد هواداره عصبی استقلال صدق نمی کنه. طرف وجه داشته خدایا باران نبار، عشقم چتر ندارد، ای تو دهنه بای تن عشقت پدر 20 متر پلاستیک بزو بکش رو عشقت. آب پاشی زمین در حین برگزاری بازی در دنیای دیوانه ورزش ایران اتفاق غریبی نیست. دنیای دیوانه ای که فوتبالیستش رو چمن فن سه امتیازی کشتی میزنه. کشتیگیرش رو تشک قیچی برگردون میزنه. ستاره و سوپرستارش تو زمین تنیس رویت میشن. تنیسورش استنداپ میکنه. تیم ملی پدلش کنسرت میذاره. بازیگرش نونوایی میزنه. مجریش ابی میخونه. اونم در حالی که خود ابیش سالی یه بار خدافیزی میکنه. قربون شکل ماه همتون، فدا 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 فدا. ورزشکارش مجریگری میکنه و فوتبالیستش درگیر تبلیغاته. یه توک پا همه چی رو عوض میکنه. بله دقیقاً، ولی به شرطی که اون نوک پا رو پدال ترمز باشه. در حالی که سال گذشته در چنین روزایی حسین حسینی در تعداد کلینشیت با بیرانوند و پورامیدی در رقابت بود، اون امسال کلینشیت رو کلن کنار گذاشته و در زمینه تعداد کلینکس با افراد دیگه ای در رقابته. شعر و زبان حال خواهران رو داغ دیده میخوام براتون بخونم. وقتی نیستی خونمون با من غریبی کنه. آره دستی گوشت شما دنبال چی هست؟ دلگه میگه